از او صادر نشود و اگر احیانا به حرکتی تن در داد، حرکت پی در پی نباشد، سعی بکند به صورت منقطع حرکت بکند، به صورت منقطع یعنی با فاصله پشت سر هم دو حرکت پی در پی، اگر انسان بیش از دو حرکت پی در پی از شخص صادر بشود نماز باطل می شود. پس حرکات، حداقل حرکات در نماز اگر احیانا ضرورتی پیش آمد به حداقل حرکات اکتفا بکند. خاراندن مثلا جای انسان میخواد جایی را بخاراند، با حداقل حرکت، حرکت انگشت حرکت خفیفی است، چندان مشکل ایجاد نمی کند حرکت انگشت، ولی حرکت دست اینها پشت سر هم بودنش خطرناک است برای نماز. و سعی بکنه انسان اگر حرکات را میخواهد زیاد انجام بدهد به صورت منقطع و با فاصله باشد و تا آنجایی که ممکن هست برای حفظ خشوع نماز حرکات خود را به حداقل ممکن برساند که در نماز حرکت اضافی از او صادر نشود. این زیبنده ای انسان مسلمان است در نماز که لازمه خشوع در نماز است. بیرون آوردن صدا از انگشت یا تشبیک اصابع به قول فقها یا به قول فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث آمده است، تشبیک الاصابع یعنی در هم کردن انگشتان یا بیرون آوردن صدا از انگشت، اینا همه مثل هم هستیم. نهی کرده است پیامبر از تشبیک اصابع در نماز و حتی در مسجد و حتی هنگام خروج از منزل برای نماز. تا این اندازه وقتی انسان از منزل حرکت میکند به مسجد برای نماز گویا در نماز است. به همین خاطر در روایت آمده است وقتی انسان حرکت میکند انگشت خود رو در هم نکند، اینطوری در هم فرو نبرد، چه برسد به داخل نماز. پس این انگشت در هم وارد کردن در حین نماز یا همچنین بیرون آوردن صدا از انگشت، این خلاف ادب نماز هست و خللی در نماز اشکال ایجاد می کند. پس سعی بکن انسان در نماز به هیچ وجه مرتکب این خطا نشود، انگشت را داخل هم نکند یا همچنین صدای از انگشتان خودش بیرون نیاورد. از اشتباهات رایج در نماز گفتن تکبیر به جای تسبیح است در جایی که مرد باید سبحان الله بگوید. معمولا اگر انسان مشکلی در نماز برای او پیش آمد، یک مورد مثلا پیش آمد خواست به کسی اطلاعی بدهد، فرض بکنید یک مسئله در نماز رخ داد، مثلا امام اشتباه کرد، یک صورتش این است، امام مرتکب اشتباهی شد، این به نماز مربوط است. حالا به نماز هم مربوط نباشد، انسان سر نماز است، بچه دارد مثلا یک کار خطرناکی انجام میدهد یا کاری انجام میدهد که کسی مطلع نیست، خرابکاری دارد میکنه، مثلا دارد چیزی را پاره میکند، فرض بکنید کتابی قرآنی چیزی دارد پاره میکند یا خط خطی میکند، بالاخره یک کار ناجوری دارد انجام میدهد. اگر اون کار خیلی خطرناک است، مسئله جان است، انسان میتواند نماز را باطل بکند حتی اگر احساس کرد که جان اون بچه در خطر است. اما کارهای معمولی، یه خرابکاری معمولی، مثلا اگر خواست اطلاع بدهد به کسی، مرد سبحان الله میگوید و زن کف دست راست را بر پشت دست چپ میزند و صدایی را بیرون میآورد از اون دست خودش که دیگری مطلع بشود. حالا بعضی گفتن که زن هم میتواند سبحان الله بگوید، ولی خب آن چیزی که در حدیث آمده است التسبیح للرجال و التصفیق للنساء، تسبیح گفتن، سبحان الله گفتن برای مردان مشروع است و تصفیق یعنی کف دست را بر پشت دست زدن، این برای زنان مشروع است. ولی بعضی اشتباها مثلا از روی نادانی به جای تسبیح به جای سبحان الله الله اکبر میگوین مثلا، و این جایز نیست. کاشلا الله اکبر ذکر نماز است، نماز را باطل نمی کند، جزء از کار است دیگه. برای چیزی که سنت است گفتن سبحان الله است، نه الله اکبر. از اشتباهات رائج در نماز که کاملا خلاف سنت است و نماز را به درجه کراهت میرساند حد اقل، و بعضی گفتن اصلا نماز باطل می شود، بعضی هم گفتن مستحب است انسان نماز را اعاده کند، نماز خواندن در حالت فشار قضای حاجت هست، کسی که در فشار قضای حاجت هست نیاز دارد به قضای حاجت، از روی مثلا که فرض بکنیم فکر می کنه که شاید به نماز جماعت نرسد یا حال ندارد برد وضو بگیرد دوباره، مثلا میخواد این وضو را برای نماز
نگه بدارد تا از سرش بیفتد. این وضو گرفتن، این کاملا خلاف سنت است. نماز به شدت مکروه است اگر انسان در حالت فشار قضای حاجت نماز بخواند. بحث کردم، بعضی از فقها گفتن اصلا نماز او باطل است، باید دوباره نماز بخواند. بعضی هم گفتن، حتی خود امام نووی هم در مذهب شافعی، از فقهای تراز اول یا مجتهدین تراز اول مذهب شافعی، گفته است مستحب است این شخص نماز را اعاده کند، دوباره نماز بخواند. این است که سعی بکند انسان حتی اگر به جماعت نرسد، خب عذری است برای او دیگه، معذور است، احساس کرد که مثلا فشاری بر او هست، برای قضای حاجت بکند، بعد به نماز بیاید، حتی اگر به نماز جماعت نرسد، این عذری است برای او. و مشابه همین نماز خواندن در حالت گرسنگی شدید هست. اگر انسان به شدت گرسنه است، نماز هم وقتش باقی است، اینجا خوردن ترجیح دارد بر نماز خواندن. نه اینکه بگیم خوردن مهمتر است، چون مسئله خشوع در نماز مطرح هست. سنت است که انسان بخورد، چیز بخورد بالاخره اگر غذا آماده هست، بعد نماز بخواند تا نماز به دلش بکند، به قول معروف. نه اینکه بگیم غذا به دلش بکند. بعضی نماز رو اول میخوانند ولو هم به شدت گرسنند. اگر غذا حاضر نیست که مسئله نیست، اما اگر غذا حاضر است، آماده است، این عذری است برای انسان که نماز بخواند، غذا بخورد اول بعد نماز بخواند. شاید فرض کنید انسان جای مهمانی رفت، موقع نماز غذا آوردند، گرسنه هم هست، حالا بگید من میرم نماز میخورم بعد میام، بلکه سنت است که انسان اون غذا را بخورد بعد برود به نماز. این سنت است، در حدیث آمده است که لا صلاة بحضرت الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. نمازی نیست در هنگام حضور حضور غذا و نه در هنگامی که قضای حاجت به او فشار می آورد. از اشتباهاتی که در نماز رخ می دهد، پوشیدن لباس های جالب توجه در نماز هست. اونهایی که معمولا جوانان که لباس های خاصی می پوشند، مواظب باشند لباس های پرزرق و برق یا لباس های نقشدار یا عکسدار قطعا در نماز خلل ایجاد می کند، نه برای خودش، برای پشت سرش بالاخره، اما شاید برای خودش هم مسئله ساز باشد. چنین لباسی اولا زیبنده ای انسان مسلمان نیست، لباسی که مثلا عکس داشته باشد یا منظره پشتش باشد. حداقل اگر انسان چنین لباسی می پوشد، به نماز جماعت نرود دیگه. معنی نداره که انسان نماز جماعت بخواند، چنین لباسی پوشیده است که از پشت اون کسی که پشت سرش ایستاده است دیگه، خب محو تماشای اون منظره بشه. پس اون لباسی که دارای یک جلوه ای هست یا یک مثلا منظره ای عکسی در اون هست، برای نماز مناسب نیست، چون حداقل دیگران را در نماز دچار حواس پرتی می کند و حضور قلب را از دیگران یا خشوع دیگران را از بین می برد. این هم از اشتباهاتی است که خیلی ها مرتکب می شوند و با همین لباس ها احیانا مثلا جوان را می بینیم که به نماز جماعت می آید. نماز خواندن روبروی نعلین یا گذاشتن نعلین در سمت راست، در سمت راست، این همه مواردی است که از اون نهی شده است و احادیث داریم ما وقتی انسان نماز میخواند نعلین رو در سمت راست خودش قرار ندهد، چون نماز روبروی نعلین خوندن یا در سمت راست خوندن این خلاف ادب هست، حداقل این نوع اساءه ادب است، پایین بردن شأن نماز هست. انسان نماز میخواند نعلین روبروش قرار داده است. اولا اگر انسان در جایی است که فرشی نیست، خوب است با همون نعلین نماز بخواند، این مشکلی نیست دیگه. یکی از اشتباهاتی که خیلی مرتکب میشوند احتراز و پرهیز شدید از خواندن نماز در نعلین هست، حساسیت نسبت به این قضیه که بعضی حساسیت نشون میدهند، در صورتی که در نص حدیث داره ما که خالف الیهود فانهم لا یصلون فی نعالهم ولا فی خفافهم، با یهود مخالفت بکنید زیرا آنها در نعلین و کفششون نماز نمیخوانند. پس اگر احیانا جایی پیش آمد